و اما مسئله بحرین. مسئله بحرین درست از لحاظ ماهیت مثل مسائل دیگر کشورهای منطقه است. یعنی مسئله بحرین با مسئله مصر، با مسئله تونس، با مسئله لیبی هیچ فرقی ندارد. ملتی هستند، حکومتی بر سر آنهاست که حقوق آنها رو نادیده میگیره. ملت بحرین با این قیامشون چی میخواستن؟ خواسته اساسی آنها این است که انتخابات انجام بگیرد، هر یک نفر آدم یک رأی داشته باشد. این چیز زیادی است؟ این توقع زیادی است؟ در شکل کار در بحرین یه صورت انتخاباتی وجود دارد، لکن مطلقاً مردم اونجا از حق رأی دادن به این معنا که هر یه نفر یه رأی داشته باشد برخوردار نیستن، داره به اونها ظلم می شود. خب اینجا غربی ها فرصت رو مغتنم شمردن برای اینکه در قضایای منطقه دخالت کنن با طرح یک مسئله جدید، مسئله شیعه و سنی، چون مردم بحرین بیچاره ها شیعه ان، چون شیعه هستن بنابراین هیچ کس نباید از اونها حمایت بکند در دنیا. تلویزیون هایی که جزئیات قضایای منطقه رو پخش میکردن نسبت به قضایای بحرین سکوت کنند، کشتار مردم بحرین رو منعکس نکنند. یه عده‌ای هم در بیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس، چه سیاستمدار چه روزنامه نگار، گزافه‌گویی کنن بگن مسئله بحرین جنگ بین شیعه و سنی است. چه جنگ بین شیعه و سنی؟ اعتراض یک ملت است به ظلمی که دارد به اون میشود، درست همون جوری که در تونس بود، همون جوری که در مصر بود، همون جوری که در لیبی است، همون جوری که در یمن است، فرقی ندارد. آمریکایی‌ها خوشحالند که بتوانند به وسیله بوقهای تبلیغاتی خودشون در منطقه مسئله بحرین رو به عنوان مسئله اختلاف بین شیعه و سنی جا بزنند. هم کمک‌هایی که ممکن است به این مردم مظلوم بشود جلوش رو بگیرند، هم ماهیت قضایا رو عوض کنن و سرایت بدن. میگن چرا ایران پشتیبانی میکنه از مردم بحرین؟ خب ما از همه پشتیبانی کردیم. ما 32 ساله که از مردم